VPN ها و فیلتر شکن ها جزء روزمرگی ما شده. حتی اگه ما کارمند باشیم، حتی اگه کسب و کار داشته باشیم یا حتی واسه هر کارهای معمولی، شما نیاز داره به ابزارهایی که بین‌المللی هستن و خب در داخل ایران به خاطر هر شرایطی که الان ما داریم نمیذارن که ما به این ابزارها دسترسی داشته باشیم. و مخصوصا ما ایرانی ها همیشه راهکارهایی رو پیدا می‌کنیم که بتونیم به بهترین شکل به ابزارهایی که ما می‌خوایم دسترسی داشته باشیم. این شده جزی از تجربیات ما به عنوان یک ایرانی. توی این کانال من کلی ویدیوی مختلف راجع به VPN ها معرفی کردم و چند تاشون برای بعضی از اینترنت ها و ابزارها کار میکرد و بعضیشون هم کار نکرد و بعد از این مدتی به مشکلات میخورد. این VPN که امروز میخوام به تو معرفی بکنم رو من یک ماهه که میخواستم راجبش ویدیو بذارم ولی تصمیم گرفتم که تستش بکنم توی تمام نت های مختلف، تو تمام دیوایس های مختلف که مطمئن بشم که کار میکنه. بعد از این همه تست که این مدت انجام دادم میتونم بهتون بگم که با هر دیوایسی، با هر سیستم عاملی، با هر گوشی که هستید این VPN کار میکنه. سلام، من بنانم، به کانال من خوش اومدید. VPNی که امروز هم بهتون معرفی بکنم از یک شرکت سوئیسی هستش و احتمالا اسمش رو هم شنیده باشین، چون خیلی مواقع توی کانال‌های مختلف تلگرامی و پیج‌های مختلف ما اسمش رو شنیدیم. بریم سراغ مانیتور تا بهتون نشون بدم. خب وی پی ان که ما میخوام بهتون معرفی کنم وی پی ان پریوادو هستش. برای دسترسی ما باید نرم افزارش رو دانلود بکنیم و برای اینکه این استفاده رو انجام بدیم ما باید اول شروع بکنیم به ساخت اکانت. خب من این وی پی ان هستش که فضاش الان اینطوریه، الانم بهش متصل الان هستم. من فقط میخوام روند ثبت نامش رو و دسترسی به بخش پریمیومش رو بهتون نشون بدم، اونم به صورت رایگان. خب ما نیاز به بخش اینکوگنیتو کروم یا پرایوت براوزر فایرفاکس داریم، یعنی ما نیاز داریم که از طریق حالت امنیتی وارد بشیم، چون ما میخواییم اطلاعات و کوکی ها و تمام اطلاعاتی که ما الان داریم رو نشون نده و فکر بکنه که ما یک یوزر جدید هستیم، حتی از یک مرورگر جدید. خب برای این کار اول ما وارد وبسایت privadovpn.com میشه و بعد از اون ما نیاز به این وبسایت داریم، tempmailhub.org. از وبسایت اسمیل هم که قبل معرفی کردم میتونید استفاده بکنید، اما من این وبسایت رو یه جوری الان دارم بیشتر ترجیح میدم، چون حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم که چرا. اول از همه ما وارد این وبسایت که شده روی گت پریوادو وی پی ان کلیک میکنی و تا این صفحه که باز شد روی فری پلان کلیک می‌کنیم. فری پلان رو که زدیم یه بار دیگه بذارید من بهتون نشون بدم. وقتی وارد این صفحه میشیم روی get privado vpn که میزنیم، روی اینا هیچ کاری نداریم، میایم پایین‌تر رو بخش فری پلان میزنیم. فری پلان رو که زدیم یه همچین صفحه میاد، ما دوباره continue with فری پلان رو میزنیم. خب اینجا 10 گیگابایت دیتا لیمیتد ما میزنیم، select. خب و ما اینجا ما وی پی ان رو میزنیم، ضبط داره اینجا رو میزنیم. حتما بچه این یک نکته که الان هستش، سعی باید با یه وی پی ان دیگه وارد این وبسایت بشیم، این یکی. دوم با یک آی پی اروپایی وارد بشید یا آمریکایی، با آی پی های دیگه که حالا مثلا مال کشور آسیایی اینا هستش وارد نشید، و به خاطر اینکه بخشی که الان ما میخواییم پریمیومش رو فعال بکنیم فعال نمیشه. وقتی وارد این وبسایت شدیم من ایمیلی که به من اهدا کرده رو کپیشو میزنم میندازم اینجا و منتظر میشم که ببینه که قبول. خب ما این وی پی ان قبول داره، چون بعضی موقع خیلی هستن که دارن از این روش دارن الان استفاده میکنن که بتونن اکانت های مختلفی در پریوادو وی پی ان بسازن. خب من اینجا گفته که من اتوبوس ها رو بزنم، اتوبوس ها رو میزنم و فکر کنم الان تموم شد. اوکی، وریفای. و اینجا گفته که یه وریفیکیشن داره برام میادش. وقتی وارد این صفحه بشم بچه‌ها حتما دکمه ریفرش رو بزنید، بعضی موقع اینا اتوماتیک ریفرش نمیشه. اوکی، الان پریواده اومد. میایم اینجا پایین‌تر، یه کلیک راست بر روش بکنیم، چون اتوماتیک روش بزنه کار نمی‌کنه. بعد کلیک راست رو بکنیم،
اوپن نیو تب رو بزنید و الان باید وی پی ان ما فعال بشه. خب الان همچین صفحه میبینید و یه یوزرنیم و یه پسورد به شما میده، ولی الان از این صفحه بچه ها خارج نشید. اول از همه نرم افزارتون از اینجا دانلود بکنید. اگه خواستید دانلود کنید یه کلیک راست بزنید که دلم این صفحه از بین نره. صفحه رو یه جا بزنید رو مک او اس، ویندوز، اندروید، آی او اس و تمام بخش‌های دیگه بچه‌ها کار میکنه. و همونطور که بهتون گفتم خواستید دانلود بکنید یه کلیک راست روش بزنید روی نیو تب تا برنامه‌تون اونجا دانلود بشه. نمیخوام این صفحه از بین بره. خب برای اینکه ما نیاز به یوزر پس داریم، مگر اینکه شما یوزر پس رو توی یک جای دیگه ذخیره داشته باشید و حتما اینو ذخیرهش بکنید، چون این صفحه رو الان اگه دست بدید دیگه براتون نمایش داده نمیشه. روی ساین این کلیک راست میکنم، میام روی نیو تب میزنم. خب یوزر من اینجا هستش. اوکی حالا میام، اصلا لاگین هم الان شده، من لازم دیگه لاگین بکنم. خب بچه اینجا که الان میبینی هم اینجا زره اکتیو نام، زره فری پریمیوم وی پی ان، خود وبسایت پریوادو واسه یک هفته واسه کسایی که توی شهرهای اروپایی هستن یا آمریکایی، تو برای بعضیشون اکانت پریمیوم به صورت یک هفته رایگان میده به صورت هدیه. من یک ماهی دارم تستش میکنم و هنوز که هنوز این از بین نرفته. پس من روی اکتیو اینجا کلیک میکنم، منتظر میشم اینجا اکتیو باشه. یه صفحه جدید دوباره میاد برای تایید اون اکتیو و الان که این صفحه اومد دوباره رو اکتیو ناو میزن. حالا یا روی این یا این پایینی هیچ فرقی الان نداره. و الان بچه ها فعال، شما الان دسترسی به یک ایمیل پریمیوم آماده دارید. حالا بچه ها وقتی که این اکانت ها رو که گرفتید با همین یوزر پس وارد نرم افزارش بشید و روی لاگین کلیک بکنید، لازم نیست که ساین اپ بکنید و ثبت نام بکنید، لاگین بکنید وارد این اکانت بشید. وقتی که بچه ها وارد شدید همچین صفحه میاد. خب البته خب برای من اینجا کانکت، اما وقتی کانکت نیستش شما روی تنظیمات میرید، میرید روی بخش وی پی ان پروتکلز و توی وقتی وی پی ان پروتکلز شما اوپن وی پی ان رو فعال بکنید. اوپن وی پی ان که فعال کردید، حالا چه رو حالت تی سی پی چه رو حالت یو دی پی بستگی حالا به اینترنت و اون حالتی که متصل میشه داره، وقتی که هر کدوم از اینا فعال که حتما تیک اسکرامبل رو بزنید بچه‌ها، حتما اینو بزنید، خیلی مهمتره. این در اصل برای بخشی هستش که واقعا فیلترینگ و سانسورشیپ انقدر زیاد هستش که با کد گذاری و همینطور امنیت گذاری زیاد میتونه از فیلترهای مختلف رد بشه. خب من از گذاشتم کنسل زدم و بیشتر من واقع واسه اینترنت من لوکیشن آیسلند، آمریکا، سوئیس و اسپانیا بیشتر برای من وصل شده و آیسلند خیلی خوب وصل شد برای من. و شما امتحان بکنید لوکیشن های مختلف، ممکن برای اینترنت شما شهری که حالا هست یا هر جای دیگه هستید این لوکیشن ها فرق بکنه، ولی حتما تستش بکنید و جای لوکیشن های خودتون رو پیدا بکنید که همیشه به اون بخش ها وصل بشه. فقط اون روز اول فقط یه تست رو انجام میدید، لوکیشن های مختلف رو امتحان میکنید که کدومش وصل میشه و وقتی وصل شد دیگه همیشه میدونید که هر موقع خواستید دوباره ثبت نام بکنید این لوکیشن ها برای شما هستش. الان ما پریمیوم 7 روزه داریم بچه ها و بعد 7 روز دوباره این حالت از پریمیوم خارج میشه. خب وقتی از پریمیوم که خارج شد حتما دوباره برید همین روند رو انجام بدید، دوباره وارد وبسایت تمپری هال یا حتی اسم پرو یا هر بخش دیگه که اکانت جیمیل بهتون میده بشید، ثبت نام از پریوادو بکنید، وریفای و دوباره اکتیو پریمیوم رو بزنید، اکتیو پریمیوم رو بزنید اونا و اینکه به همین روش دوباره میتونید نامحدود به این به اینترنت آزاد به این شکل دسترسی داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. از مهمترین کارهایی که ما از وی پی ان می‌خوایم استفاده بکنیم که دسترسی داشته باشیم به ابزارهای بین‌المللی که داریم و مهمترین اون ابزارها مخصوصا توی امروزه برای ما ابزارهای هوش مصنوعی هستش که ما کلی کارهای مختلف برای کسب و کار خودمون و همینطور پروژه مختلفی که هستش انجام میدیم و مهمترین بخش اونها وبسایت اوپن ای آی یا حتی چت جی پی تی هستش. راهکاری هستش برای که ما بتونیم نامحدود از اون وبسایت استفاده بکنیم و بتونیم نامحدود باشون چت بکنیم. اگه میخوای یاد بگی که چجوری نامحدود با چت جی پی تی چت بکنی اونم به صورت رایگان،
این ویدیویی که اینجا گذاشتم رو حتما ببین. اونور میبینمت. مراقب خودت باش.